مشتری اومد. اینو اومدم بخونم براش، مشتری اومد. بذار بره. بعد بخونیم ما هم دیگه. خودش هم داشت کتاب میخونه اینجا. آقا این میدونی چیه؟ چرا نمیدونی؟ تو باید بدونی داداش. کتاب چی میخونی؟ اولنو بگو. نه خدا که اسم کتاب رو بگو. میکائیل. میکائیل از کی؟ کتاب میکائیل داشتی میخونی. ببین حمید جان، من یک مدتی تا همین اواخر هر روز درباره روزم مینوشتم، هر چیزی که تو فکرم بود. از این که تو باسن برگاه رو من نگه داشتم، خب بعد مامانم اینا رو میخواست بده به روح الله زایاتی، گفتم اینا رو بدی آبروی من میره، چون اینا بخونه میفهمه که من رو دختر خالش کداش داشتم. نه حالا اینا ولی میفهمه که من چه چیزایی نوشتم. ولی اینا رو قراره که با هم دیگه کجا بخونیم؟ توی یوتیوب با هم دیگه بخونیم. و اولیش رو بردم برای تو بخونم، دو تا برگا بردم. خب بدون سانسور میخوام بخونم، من نمیدونم چی از تو شعر بیاد دیگه داداش. اگه یه موقع دیدی درباره تو یه چیزی نوشتم که اندام قشنگی داری و خیلی دوست داشتنی هستی دیگه، آره بریم بخونیم. بریم آقا بریم. خب تا مشتری ها نیومدن من اینو بخونم. ده هفته 99. میترسم از خوب و جذاب نبودن کارم، میترسم اگر خودم بودم چگونه پادکستی را ترجیح میدادم. راستش زیاد مطمئن نیست. آقا من به زبان رسمی مینوشتم اینا رو که هم بنویسم هم نوشتنم خوب بشه. خب بعد اینو اون زمان داشتم پادکست میخواستم شروع بکنم، ده هفته دقیقاً یه پادکستی دارم، همون موقع شروع کردم. دارم درباره اون فکر میکنم که آقا پادکست ها چیکار بکنم و اینا، الان یادم افتاد. خب زیاد مطمئن نیستم، نمیدونم، شاید همین مدل را دوست داشتم و شاید هم زیاد خوب میدانی، نمیدونم، بعضی وقتا هم نمیدونم چی نوشتم. خدا بر میدانی آیا من به دنبال عدد هستم؟ شریف این درباره پادکست بود، اولی درباره پادکست بود، اینو بدش کنیم. این چیز بود دیگه. خب بریم بعدی رو میخوام بدم حمید بخونه. بیا جان من بخون. 11/7/90. حالا واسه این مشتری رو بده سامیدش. بذار بده اینا رو. شابه؟ سوختم ما بدش دارم. برو اونو نوشتم. دیروز این آهنگو برای من خونده رفته تو مخم. سوختم ما برش. خب همین جان بیا اینجا داداش. ببین اینو واسه هم بیا بخون. 10/7/99. به نظر روزهای خوبی هست؟ به نظر روز خوبی است. مگر روز بعدی هم داری؟ روز خوبی خود را روز به خودی خود خوب است دیگر. آقا تقصیر از من نیست. آقا خیلی دستت دارم بده خدا، خودم نمیتونم بکنم. میدانی بلاک کردن شاید ایش یعنی این که هر روز محبت کنی به محبوبت. بکردم چون بازیده بودم فاضل احتمالاً عاشقی چیز برداشتم یا نوشتم. این دو تا برگرد همین چون تقدیم میکنم به تو با عشق. بشیم بخون بیکاری به جای میکائیل میلاد بخون. خب عزیزم من میخونی ها بشیم بخون. بعد اگر یه چیز آبروریزی بود پیدا کن، پیدا کن بهم بگو. خب دیگه من برم. چیز نمیخوای دیگه؟ وسیله پسیله چی؟ یه نه این اونا ببرم آقا نه بمونه. محمد زنگ زد قرار برای این جلوی دکی شیشه بزنیم. جان آقا مهده خطه خطه من نگیرم. چرا نگیرم؟ چرا نگیرم؟ بیا اینجا بینه. نه بیا تو رو خدا بیا. هم میخورد هات داگ بگیرم. بعد محمد هم زنگ زد برای این جلوی دکه قرار شیشه بور بیاریم اندازه بزنه. زنگ زدیم شیشه بوری گفتش میام اصری متر میکنم. بشین. ببین تو دکه از آن پرسید اون کاغذ ها چی بود؟ آره الان میارم میبینیش. قضیه از این قراره که من چند سال پشت سر هم روزانه نویسی میکردم. آقا سرصدا نویز ایجاد نکن اینجا. اگه سرصدا میکنی آره با اون ور صحبت کن. برو بله نه سب کنم، میخوام اینجا بکنم دیگه.
ای بابا خویا من همشان اینا برای سال 99 فکر کنم. بعد خب امروز روز دوم شهریور ماه. بله خب آها بخون امروز روز دوم شهریور ماه 99 هست. کار نمی کنم نمیگیره کل راستش همیشه نمیگیره. میگه اوورده زایاتینو کشیده شده 4200 تومن کلن این همه نوشتی فکر کردی شده 4200 تومن کار پیش اومد. ما بریم آقا اون چیزهای خیلی شخصی رو من پیدا نمیخوام. حالا برم ببینم تو خونه و پیشم نگاه کنم دیدن از اون هرپیا پیدا بکنم. ولی خود جالبه ها، خیلی جالبه بعد از چندین وقت آدم اینا رو میخونه و میبینه و اینکه چه چیزهایی فکر میکردی و چیز شد، چه چیزهایی اون روزا برات مهم بود که الان دیگه اصلا نیست. خیلی جالبه. وقتی که دوباره اینا رو خوندم به این نشه رسیدم که دیگه نمیخوام نگرشون دارم و به چه دردم میخوره. نوشتم که آره فلان چیز، بعد الان میخونم میگم وای عجب آدم باهوشی بودم اون موقع، چرا الان نیستم، چرا این چیزو یادم نیستش، یا اینکه وای عجب آدم خنگی بودم، چرا این چیزو فکر نکردم. به چه دردم میخوره. یادم میاد اون موقع هم که مینوشتم بعضی وقتا اصلا خورد میشد چون چیزا نمیدونم چرا. به خاطر همین این سبک نوشتن به نظرم به درد نمیخوره. به خاطر همین هستم من دیگه کار انجام ندادم. میخوام بنویسم دوباره ولی به شکل دیگه. میدونی سبک نوشتنی که اینجوری هستش، این سبک نوشتن زیاد به دردم نمیخوره. اما نوشتن چیز فوق‌العاده‌ایه. با همین چند این نونا رو من آوردم برات، فقط نوناش خورده تازه نیست دیگه، نمیدونم یه جوری خود تواصل باشه. نونا رو که گرفتم از این نون باگت فروشیه گفت از دیروز دیگه مجبور بودم بگم دیگه. بعد اینم که برای خودمه. بعد محمد گفتش اومده شیشه انداخت راست بود، نه اصلا نیومده مترم بکنه، نیومده مترم بکنه. از دوستش محمد خیلی جدی گفتش، گفتش که رفته شیشه بار اونجا شیشه انداخته، گفت زنگ زد به من 5 دقیقه پیش رفتم شیشه تون انداختم اونجا تو دکه. یا محمد من اسکا کرده یا اون اسکا کرده شیشه بار، یا شیشه بار رفته روی دکه دیگه شیشه انداخته. الان باید زنگ بزنم یه لحظه، یه لحظه زنگ بزنم به محمد. اصلا میگی شیشه بار اومده شیشه انداخته که یادت نمیده ما به این جلسه. عجب آدم چرتی هستی. خداحافظ. اصلا نیومده مترم بکنه. همین چون یه نوشابم بده. آقا من داشتم میومدم خونه، بعد یکی از بچه ها دیدم که گفتش بریم شب جنگل. جنگل که نه، کوه، چون اون شب بردمون جنگل. بعد گفتش من دارم از قصابی داشت میومد بیرون، گفت من گوش گرفتم امشب میخوایم بریم. و بعد من راستش اولی سیاه تال نداشتم. چی بود؟ شما زنبوره؟ زنبور نیست. ترسیدم اونجا، خیلی چیز عجیب بود. بعد چی داشتم میگفتم؟ یادم رفت. آره دیگه گفتش بریم جنگل. من اولی زیاد حال نداشتم، گفتم حالا میگم بهت فلان و اینا. بعد یه لحظه آسمون نگاه کردم، ماهو دیدم. الان معلوم نیستش رو میدم. یه لحظه ماهو نگاه کردم، عجب ماه کاملیه، یعنی خوراک بیرون بودنه. ولی باید یه جایی باشه که وسعت دید داشته باشه دیگه. تو جنگل تا 2-3 متر طرفدار تو که بیشتر نمیتونی ببینی. 2-3 متر حالا نه، مثلا 10 متر تا 10 متر طرفدار تو نمیتونی ببینی. ولی تو جای بلند باشه، یه کوهی تپه چیزی باشه. بعد یه فلافل گرفتم،
نصفشو بزنیم، نصفشو من بزنم، نصفشو محمد بزنه که دیگه تعبنده کنیم تو شب دیگه. الان گوشتم آخه تا شب اونجا. آره معجب موجود.